ولی ارتباط شما با این دو بخش چی هست؟ ببینید، در طول سالها من اونجایی که در توانم بوده سعی کردم ارتباط خودم رو با جریانات مختلف، سکتورهای مختلف جا، بخشهای مختلف جامعه داشته باشم، علاوه خصوص این نسی که گفتید. البته باید بهتون بگم خب من روزی که شروع کردم 30 سال پیش بود. بله، 30 سال پیش بیشتر بچه‌ای که مثل خودمون هستن 2-3 ساله بودن یا حتی به دنیا نیامده بودن. و این نسل جدیدی است، واقعا نسل جدیدی است. اینا چیزو جز انقلاب چیزی ندیدن. دقیقاً، ولی در آن واحد خیلی بیشتر از من و شما در زمان خودمون راجع به دنیا میدونن چه خبره. دقیقاً همینطوره. بنابراین اون کمبود رو جور دیگه برطرف کردن. شما اصلا ببینید تمام این فرهنگ زیرزمینی اسمش رو میذارن. از گروه‌های رپ بگیرید تا فرض بکنید این الان هست، اون رو نه من و شما ساختیم نه دنیا ساخته. این واقعیت ایران امروز، واقعیت این نسله، هویت خودش رو و خاص خودش رو چارمیخته که باشه یه جوری رو داره بروز میده. درست. با صورت مقاومت مدنی، زیر بار نرفتن، با وجود اون نمیدونم پلیس های نمیدونم لباس شخصی و فلان این حرفا، با وجود این جلوش وای میستن، این نشونه اون مقاومت با عقیده راسخ و کاملشونه. یعنی تا پای موفقیت میخوان مبارزه کنن، این دفعه دیگه شل نمیاد، یعنی دیگه سرمون کلا نمیره. آخرین تیر ترکش هم تابستون گذشته بود. واقعا فکر نمی کنم که این بار کسی دیگه زیر بار این صحنه سازی های رژیم بره. خیلی از این لحاظ چیزا عوض شده. بنابراین چگونه میتوان این نسل رو توانمندتر کرد؟ سوال اصلی اینجاست. درست. من فکر نمی کنم که بچه های امروز در داخل نیاز به قیم داشته باشن، نیاز به یک فلسفه بافی نمیدونم الاتروتسکیزم و مارکسیزم و لنینیزم و ایزم ها ندارن که بیان به چیز تمامیت خون تحلیل بدن. نه، یه پلورالیزمی هست، عقاید مختلف هم هست، ولی سر مسئله آزادی، سر مسئله حق رای، سر این توافق دارن. نه لازم داریم ما بهشون بگیم که آینده چی براتون بهتر، خودشون بهتر از من و شما میدونن، ولی از ما یه توقعاتی دارن. از کسانی که میتونن بارشون رو کمتر بکنن، مشکلتون رو کمتر بکنن، دسترسیشون رو بیشتر بکنن، ارتباط بین خودشون رو تقویت بکنن، ارتباطشون رو با جهان بیشتر بکنن، کمکشون بکنیم که از این مرکزیت بهتر بشین پیام‌ها رو برد و رسون. همکاری‌ها چه در بُعد استراتژیکش چه در بُعد تاکتیکیش، ولی نیاز به این ندادن که یه ده شیوخ موسفید بشینن مثل لوئل جورگی در خارج بهشون دستورات نمی‌دونم تشکیلاتی بدن. نه خیر، عقلشون از بنده شما بیشتر میشه تو خیابون چیکار بکنن، ولی کمک لازم دارن. به همین سادگی است. بنابراین اگر قراره وسیله‌ای براشون فراهم بشه، در جهت تقویت اوناست، بیشتر داده‌ها و خواسته‌هاشون رو بیان می‌کنن. دست کم تا اونجا که من اطلاع دارم به من این اطلاعاتو می‌رسونن، مثلا کمبودامون چیه، احتیاجاتمون چیه، ترس یا بکن داریم، منم این رو تا اونجا که میتونم یا انجام میدم یا انتقال میدم به سایر سازمان‌ها و فعالیتی که هستن. ولی میدونم که این مسئله هماهنگی و رهبری مسئله کلیدی خواهد بود به زودی، به خاطر اینکه هر چقدر ما انتظار ممکنه داشته باشیم از همه هنرمون در داخل، که البته انتظار شاید لغت درست نباشه که استفاده بکنم، ولی منظورم این رو مشاهده میکنیم. ولی خب رژیم هم بالاخره بعضی وقتا میخواد یه ضربه شستی رو از خودش نشون بده که ممکن میکنه، و مقاومت مدنی خب در یک فاز مقاومت زیرزمینی تر ممکنه بشه، بعضی وقتا یه ذره کندتر میشه، بعضی وقتا به اون شکل خیابونی نیستش، با وجودی که علارغم اینکه 6 ماه گذشته مردم همچنان ادامه دارن میدن. خودش علامت خوبیه. یه چیزی فراموش کردم بگم این وسط، واقعا جای تقدیر داره که دیسیپلینی که انضباطی که اکثر همیهنانمون نشون دادن علارغم ضرباتی که از رژیم خوردن واقعا بی سابقه است. یعنی خیلی آسون میتونست جنبه تبدیل بشه به یک حرکت خونریزی و شدید. چه صحنه رو بارها تو یوتیوب و جای دیگه دیدیم که همین بسیجی ها که تو سر مردم میزدن وقتی گرفتن مردم بهشون کرد. این خیلی مهمه که ببینیم که این انضباط هستش. بنابراین وقتی به این حد هوش و درایت رسیدن، من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از اینا احتیاج به یک آقا بالا سر دارن که بهشون بگن چجوری آب بخورین چجوری آب نخورین، ولی میشه ازشون خط گرفت که در کجاها میشه بهشون کمک کرد. این اون داد و ستد فکریش، اون ارتباط ارگانیکه، و یه جایی میرسن که ما باید یه چیزی، یه جایی نقطه اتکایی داشته باشیم در بیرون. دنیا بدون چگونه با ما تماس بگیره. گیرم که خیلی از این دولت‌های خارجی میگن بسیار خوب راست میگی فلانی،
چون من اینو بهشون گفتم، گفتم شما 30 ساله تنها دیالوگی که داشتید با نمایندگان رژیم بوده و بس، کی اومدین با اپوزیسیون دموکراتیک، کی اومدین با مردم ایران برقرار کنین؟ گفتم بسیار خوب، با کی؟ نه خب اگه در داخل آدرس و مشخصاتی به اون شکل نمیشه داد و خودتون خوب میدونین که هر کسی در داخل بخواد یه ذره ارتباطی برقرار کنه فوری بهش مهر جاسوس و نمیدونم چی میزنن، خب کار اونا مشکل تر، اینو بس درک کرد. کارشون رو اینجوری میشه آسون تر کرد که خب خودش نه یک نماینده در خارج، یک ارتباطی در خارج، و اون وقت به دنیا میشه گفت شما از این طریق میتونید با مردم و نمایندگیشون بتونیم انتقالش بدیم. رسیدیم به نکته دقیقاً اساسی که شما دارید مطرح میکنید، با کی؟ اینو باز کنید. شما در این با کی کجا هستید؟ خب میگم این کی به دنیا باز گفت این کی، این حزب و این گروه و این دست و این کانال این عقیده نیست. ما به همون مفهوم که این حرکت در جنبش کلیش یک نهضت پلورالیستیک هست و هست، این جریانی که الان تو خیابون‌های ایران هست همه از یک عقیده و یه حزب و یه عقیده و یه دوزی که نیستن، خودجوش هم هست، دقیقاً زیبایش هم همینه و کاملا درسته، پس عملا پلورالیستیکه. بنابراین دنیا نمیتونه به یکه وای 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 اگه ما بیایم با یه دسته صحبت کنیم اومدیم از حالا یک جمع یک جریان خاصی رو حمایت کنیم. نه ما از شما نخواستیم انگوش روی گروه یا روی حزب یا روی شخصیت خاص بذارید، اصلا اتفاقا مهرش هم میخوریم نه به نفع شماست نه به نفع ما. ما نمیخوایم بیایم یک گروه و جریان خاصی رو تایید بکنیم، یه خواسته عمومی مردم رو فقط شما حمایت بکنید. ولی این جریان نمایندگانی داره، این جریان ترکیبیست از خانواده های مختلف سیاسی ایران که سر این هدف مشترک هم عقیده هستن. اینم پیشنهاد راهکارشونه، اینم استراتژی مبارزتشونه، اینم حرفیست که میزنن، اینم ارتباطی که به داخل میتونن بدن. یه چیزی باز نماینده این باشه در خارج به نظر من. این کمبودیست که دست کم خیلی ها بهش اشاره میدن. بله داریم. این اون به قول اصطلاح امریکایی است 64000 دلار کوشت سال 64000 دلار، این رو باستی براش راهکار پیدا کرد. این یکی از بحث هاییست که مستقیما دارم با تشکل ها با رهبران جهانیت مختلف سیاسی که آقا جان این مثلا نمیشه به قول شما دیگه موتون سفید شده حسنه ندادیم موزه کالتون به این هم این لذیه هست از یه لازی هم حق دادیم. در ابتدای صحبت هم خودم بهتون گفتم که مسئله زمانی هم هست. بله. این خیلی الان مسئله مطرح و مهمیست داغت اونجایی که من این جریان از نزدیک هم در خارج هم در بیرون پیگیری میکنم. این رو بس بتونیم هرچی زودتر حل بکنیم، یه مکانیزم رو فراهم بکنیم و مشکل خیلی از همیهنانمون از این لحاظ حل میشه، چه برای مبارزین داخل ولی از طرفی هم برای ایرانیان برون مرز که مدت هاست میخوان بدونن به چی میتونن کمک بکنن، به چه جریانی میتونن کمک بکنن. سنترالایزینگ و هیچ کدومشون هم نمیخوان بگن که ما رفتیم زیر چتر این گروه یا اون گروه، و اصلا موضوع هم این نیست. موضوع هدف کلکتیوه. این مسئله نیست که کردیتش رو سازمان مشروطه خواهان بگیره یا مجاهدین بگیره یا جبهه ملی بگیره یا چپ نمیدونم سکولار بگیره یا راست نمیدونم فلان بگیره، نه این متعلق به همه است، متعلق به مردمه. این جریان سبز که معروف شده به سبز یک جریان واقعا مردمی است به نظر من، مرکبه، بنابراین یک پدرخوانده یا یک نمیدونم عقیده خاصی رو نداره، زیباییش هم به همینه و دوامش هم به همین دلیله و اگه غیر از این بود حل میشد از بمیره. شاسده حرکت عملی رو در این مورد چگونه باید انجام داد؟ من اون رو میخوام از شما بگیرم که آیا شما فیلم مثلا اگه جمهوری خواهان در اروپا یه جلسه رو میذارن به طور سرزده برید به عنوان یه مدعو در اونجا بنشینید در کنفرانس هاشون شرکت بکنید؟ آیا اگر فرض بفرمایید نیروهای چپ کارهایی رو میکنن شما بدون اینکه دعوت داشته باشید در اونجا حضور پیدا کنید نوعی نزدیکی رو نشون بدید یا اونها به طرف شما بیان؟ من این تماسا رو در طول سالها داشتم. البته میدونید که شاید خیلی ها بیشتر این مسئله رو مسکوت نگه داشتن به یه دلایل خاص شاید درونی خودشون، ولی من مشکل تماس یا ارتباط یا دیالوگ با این جریان نداشتم. من تماس مسئله امروز فرق کرده. ببینید مسئله امروز این نیست که ما بخوایم در خارج از کشور به قول معروف ویترین چینی بکنیم. من اعتقاد به ویترین چینی ندارم. مثلا بهتون بگم اتلاف وقت برای قشنگیش نیست. یا اعتقاد داریم به برنامه یا نداریم. زورم که نیست دیگه، بالاخره بیاد میگن خیلی خوب ما با این هدف مشترک حاضرین بیایم با هم همکاری بکنیم. باز تکرار میکنم هدف مشترک سر چی؟ مسئله انتخابات آزاد. قبول. مسئله حق تعیین نظام آینده کشور به دست مردم میره.
مسئله قانون اساسی و نمیدونم پس کنید حقوق بشر. سکولاریسم رو من به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تلقی میکنم. سر اینم میبخشید اگر رو راست میگم، ولی تعارفی با اون کسانی که مقدار به نلو به میخ میزنن ندارم. یا آجان من صاف و پوزکنده میگم، شما نمیتونی از یه ور بگیم آزادی میخوان و دموکراسی و حقوق بشر، از اون ور بگیم ولی خب یه جنبه های حکومت مذهبی رو باسی فقط بخشی از قانونش رو تغییر. نه،